آمریکان در جهان رو زدیم بعد از اینکه ایشون واکسن کرونا رو زدن و چقدر خبر خورسند کننده بود برای همه جا پخش شد. حالا استاد گلپا در خدمتشون هستیم و ببینیم که در رابطه با خانم وزیر شیوا چی میگن. استاد گلپایگانی درود بر شما، حالتون چطوره قربان؟ خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که باور کن 300 تلفن بیشتره. به به خب قبلا هم که تلفن میکردی نمیشده، برای اینکه این گوشی گلوی خانم، موبایل گلوی خانم خراب شده. آها حالا درست شده. آها حالا دیگه درست شد. خب اینقدر خوشحال شدم خواهر عزیز به من تلفن کرد و گفت مخون سارا یه جشن تولد دیگه برای خانم و آذر شیوا. چقدر خوشحال شدم، گفتم نگاه کن اینا همه دارن میدونن دنبال این که این ستاره ها رو حفظ کنن. اینا ببینید خانم آذر شیوا نباید با این تنهایی، حالا باید همه دنبالش میگشتن، درود مثل پروانه به دورش میگشتن، درود باشه. ولی خب این دیگه روزگاره، این روزگاره، درود باشه. ما آرزوی سلامیت بکنیم، خدا کنه که سالم باشه، سلامت خیلی زیبا، درود باشه، سلامت سیامت و خدا به شما عمر زیادی بده که بتونید زیر بغل اینا رو بگیرید. قربونتون، قربونتون برم. هم خوشحالم که واقعا این خانم شیوا خانم با شخصیتی بود که در کار سینمای ما بود و واقعا هنرمند بی‌نظیریه. حالا دیگه روزگار اینطوریه، این خانم تبلدشونه. کاش من بودم و میومدم و یه کادوی قشنگی براش میگرفتم که همیشه یادگار بمونه برام، چون واقعا این هنرمند با کلاسیه. ما باید اینا رو قدرشون رو بدونیم. هیچ وقت خودشون نفروخ و هیچ وقت هم فیلم رو بعد من ندیدم بازی کنه. همه کارهایی که میکرد کارهایی بود که در سطح بالا بود. امیدوارم که سالم باشه، خوشحال باشه، مریض نباشه. این چیزاییست که ما میتونیم بکنیم، چون مردم هیچ وقت فراموش نمی کنن این هنرمند رو، که این حالا رفته یه مسافرتی هم رفته، یه اجبار بوده که نباشه. ولی خیلی زن خوبیه و من خیلی دوستش دارم، خانم با کلاس، هنرمند خوب. انشالله که شما بتونین اونجا کمکش کنین، یادشو به گوش مردم برسونی که این هنرمندایی با شخصیت همه چیزشون رو گذاشتن واسه وطنشون، برای هنرشون. بله. و الان که یه ذره خب سن دیگه اینه، نمیشه جلوشی گرفت، سن یه خود اجازه نمیده که بتونن بیشتر با تماس داشته باشن. خب عده دیگه که جوانتر هم مثل شما کمک بکنن اینا رو به یاد مردم بندازن که بابا یه همچه هنرمندایی هم ما داشتن، یه همچه ورزشکارایی هم ما داشتیم، یه همچه نقاشای ما داشتیم، مجسمه ساز داشتیم. انشالله من آرزوم اون چیزی که اینا دوست دارن بهش برسن در هر جا که هست. اون به نظر من هر کس یه جور فکر میکنه، به نظر من سلامت هست. عاشق‌ترین بودی برامویم، حالا آخرینم بهر تو، رنج آفرینم بهر تو، کم خنده کن بر گریه ها مویم. اول که من رامت شدم، پابسته ی دامت شدم، عاشق‌ترین بودی برامویم.
بر گریه ها مویم. سلام حساب بندر برم پویاند بر این دراهی دوست سلام حساب بر ما نظر کن کارهیم زین گمراهی دوست سلام حساب دستم بگیر و رهایم کن براهی دوست سلام حساب یا لابه کن یا مدربه یا همراهی و سرشت از آین مهری چرا کل لطفی با خود کنی یا با ما بی مهری میگی منتصب به جدت فرمان آزادی میگم آزادگی را به کنجا تو مخجان سازی اگه میخوای بل کنه و بره بالا هرچی که کاشتی ببین حالا کجای راهی ولش کن هرچی کاشتی و سوال استار تو همچه ما ره به دادار یک تایی دوست آوه بستا یالا بگو برات بخونم دایی دوست آوه بستا سرلاهی یک تا پرستی پاکی. خواهرم سارا و برادرم آرش اینها تولدی گرفتن. من میخوام اینجا از شهردار شهری که آذر در اونجا سپاسگزاری بکنم. بتونم امروز میخوام اینو بگم، حالا نمیخواستم بگم ولی الان بهتون میگم. ایشون چندین سال بود که خیلی سخت زندگی میکرد، خونهش به امکاناتش خیلی سخت، و حتی یک مدتی هم ایشون پنهان شده بود که حتی منم نبینمش که نخوام بهش کمکی بکنم. اینو بهتون بگم، رویش اینقدر بزرگ، تا اینکه من پیداش کردم و اینا، بعد دیدم شرایطش خیلی دشواره، خیلی هم ناراحت شدم از این قضیه و سوء استفاده ازش میشد و اینها، و خیلی ناراحت شدم که آذرش رو در چنین جایگاه و شرایطی زندگی داره میکنه. من با شهردار شهرش صحبت کردم و اول از همه معرفیش کردم که این آذرش رو کیست و چیست و شخصیتیست و هر کی باشه الان یه فرانسویست و الان تو بهشت زندگی میکنه آذر شیوا. اینا یعنی آسایشگاه بسیار مرفه و تمیز و زیبایی که پزشک همیشه داره، پرستار داره و همه خیلی خوب ازش پرستاری میکنن. به ویژه این که یه دختر خانمی هست که اصلا از پیش از اینکه ایشون به اونجا مراجعه بکنه پرستار ایشون بود به نام مونا. این دخترم خیلی فداکارانه، یعنی بدون چشم داشته مالی عاشق مراکشی هست ولی فرانسوی، آذر بود، هنوز بهش سر میزنه ولی در همون بهشتی که الان داره زندگی میکنه میبینید که روحیش نسبت به تصاویری که شما قبلا نشون دادم بهتون فرق کرده. تو این به ویژه دو سه سال اخیر و من میخوام اینجا از دوست نازنینم که شهردار شهریست که سرکار خانم آذرشی اونجا تشریف دارن سپاسگزاری بگم که به درخواست من پاسخ داد. همون موقع وقتی من ازش خواستم برای من نامه نوشت و گفت از اینکه آذر رو به ما معرفی کردی ازت متشکرم، سپاسگزارم، و بعد کلیه تمام تیم که هست در هر شهرداری داره اینو که به افراد مسلم میرسن با من تماس گرفتن و تشکر، و خلاصه آذر الان داره در بهشت زندگی میکنه. توف بر این تاریخ و این زمانه که شخصیتی به این بزرگی، یعنی منم تو هیچی هم نمیپذیره وقتی من برایش با کادر چیزی میبریم اینا یا میخوارم یا برادرم، اصلا هیچ کادر نمیپذیره. یعنی شخصیت بزرگ و والایی داره، ولی خب این حقش بود که آسوده باشه پس از این همه خستگی ها. از زن صحبت کردیم، کسی که میتو بنیانگذارش همین آذر شیوا است. شما ببینید یک مرتیکه حرامزاده اومد وکیل مجلس اومد گفت این دختر اینجا ما زیاد داریم عرب وارد کنیم که اینا بیان دختر ما رو بگینا. ببینید مردم چجوری ترتیبش دادن، خودش و ماشینش فرار کرد، اینو خودش و ماشینش ترتیبش میدادن. ببینید